در این درس تصمیم داریم در رابطه با تنظیمات نور و رندر صحبت کنیم تا اینکه بتونیم به صورت انیمیشن از کارمون خروجی بگیریم. برای شروع کار یک گرید اضافه می‌کنیم. کلید کنترل از صفحه کلید رو می‌گیرم و از این قسمت بر روی گرید کلیک می‌کنم تا گرید در وسط صفحه مختصات من ایجاد بشه. با گرفتن کلید اسپیس از صفحه کلید و حرکت قلتک میتونم توی صفحه جابجا بشم. مجدد کلید کنترل رو میگیرم و یک استیر وارد مرکز صفحه میکنم. حالا تصمیم دارم یک کامرا وارد محیط کارم بکنم. برای وارد کردن کامرا از این لیست با کلیک بر روی لیست بازشوی اون نیو کامرا رو داریم. اگر روی نیو کامرا کلیک کنیم در اینجا نود کامرا برامون نشون داده میشه و خود کامرا هم اینجا برامون ایجاد شده که فلش های جهت نما اینجا برامون تعریف شده و که با کلیک بر روی هر کدوم میتونیم مسیر دوربین رو تغییر بدیم و مشخص کنیم که دقیقاً دید دوربین در کدوم ناحیه باشه. من میتونم با استفاده از دکمه لاک تصویر رو در هر جهت که میخوام جابجا کنم به این صورت. در این صورت وقتی که من دوربین رو جابجا میکنم تصویر من کاملا ثابت. اما اگر من این قفل رو بردارم و دوربین رو که سلکت میکنم میتونم دوربین رو ببینم که الان دوربین من اینجا قرار داره که میتونم حالا جابجا بکنم و مسیر دوربین رو هم تغییر بدم. برای اینکه تنظیماتی روی دوربینمون انجام بدیم وقتی ما نود کامرا رو سلکت میکنیم تنظیماتون اینجا برامون مشخصه که از سربرگ ترانسفورم میتونیم مکانش رو تغییر بدیم که همینطور هم ملاحظه کردید میتونیم با کلیک بر روی این جهت هایی که اینجا برامون تعریف شده مسیر براش تعریف کنیم. در قسمت ویو هم تنظیمات مثل رزولیشن و سایر تنظیمات دیگه مربوط به دوربینمون اینجا مشخص میشه. برای تنظیمات لایت اگر بخوایم یک تصویر HDR استفاده کنیم میتونیم از یک این وایر لایت استفاده کنیم. این وایر لایت اینجا برامون مشخصه. که اگر من الان اینجا روی این وایر لایت کلیک کنم اینجا برای من وارد صحنه میشه و نود اون رو تو این قسمت میتونیم ببینیم. در قسمت این وایر مپ میتونیم بهش یک این وایر مپ بدیم به عنوان یک تصویر اشتیار. یا اگر نمیخوایم بدیم در همین قسمت لایت ما لایت کالر رو داریم. میتونیم یک رنگی رو به عنوان این وایر مپمون انتخاب کنیم و بر روی کارمون اعمال کنیم. که با کلیک بر روی لایت کالر میتونیم اون رنگی که تمایل داریم برای این وایر مپمون انتخاب کنیم انتخابش میکنیم. و در قسمت شادو میتونیم تنظیماتی رو در بخش شادو و دنسیتی مشخص کنیم. نکته مهم برای رندر اینه که در محیط کارمون یک دوربین داشته باشیم که دوربینمون رو هم گفتیم از این قسمت انتخاب میکنیم. از قسمت آبجکت اگر روی آبجکت کلیک کنیم اینجا آوت رو داریم. از قسمت آوت برای خروجی ما میتونیم استفاده کنیم و ما میتونیم توی این قسمت موتور رندر داشته باشیم. اگر توی این قسمت کلیک کنم و کلید تب از صفحه کلید رو بزنم و عبارت مانترا رو تایپ کنیم مانترا اینجا برامون مشخص میشه. مانترا یک موتور رندر در هودینی هستش. تنظیمات مانترا رو اگر بخوایم بگیم در قسمت فریم رنج که رنجیو که میخوایم رندر بگیریم و میتونیم مشخص کنیم. اولین گزینه که میگه که همین رندری که همین فریم هایی که هستش با همین اطلاعات رندر بگیریم. اما اگر رندر فریم رنج رو انتخاب کنیم فریم رنج رندرمون رو اینجا مشخص میکنه. استارت میگه از یک شروع میشه بعد تا 240 ادامه داره. اند. من اگر بخوام مقدار فریم رنجم رو تغییر بدم
لازمه کلید کنترل و شیفت رو نگه دارم توی یکی از این کادرهای سبز رنگ که تصمیم دارم فریم رنج اون رو تغییر بدم کلیک کنم. من الان کنترل و شیفت رو نگه داشتم و توی 240 کلیک کردم. کادر 240 میبینید که به رنگ مشکی در اومد. حالا من این عدد رو میتونم پاپ کنم و هر عددی که تمایل دارم تایپ کنم و روی انتر میزنم. و آخرین گزینه رندر فریم رنج آنلی هستش. در قسمت کامرا دوربینی رو که میخواییم از دید اون کارمون توی صحنه باشه رو مشخص میکنیم. من اینجا چون کمی یک رو دارم، خودش به صورت خودکار داده بود که حالا رفت مجدد کمی یک رو انتخاب میکنم و اینجا قرار میگیره برامون. در این قسمت چیزی که برامون مهمه در سربرگ ایمیج آوتپوت پیکچر برامون مهمه که اینجا مسیر خروجی رو برامون مشخص میکنه. اگر من روی این دکمه کلیک کنم از من مسیر خروجی فایل رو میخواد. دیگه کجا میخوای فایلت خروجی گرفته بشه. که از این قسمت لوکیشن مکان رو براش تعریف میکنیم. در قسمت فایل نام رو تایپ میکنیم. حالا هر نامی که تمایل داریم. بعد از اون یه دات قرار میدیم یا یک نقطه. بعد از اون باید فرمت فایلمون رو مشخص کنیم که من تصمیم دارم این فایل رو که رندر میخوام بگیرم با چه فرمتی رندر گرفته بشه. مثلا به فرمت EXR. به این فرمت تنظیم میکنیم و بر روی اکسپت میزنیم. اینجا برامون مشخص میشه که در درایو دی با این نام و این فرمت فایلمون رندر گرفته میشه. حالا برای گرفتن رندر پس ها در قسمت Extra Image با زدن تیک هر کدوم از این گزینه‌ها میتونیم رندر پس های مختلفی رو با برای چارت چنل دیفیوز، ریفلکت و سایر برنامه های دیگه اینجا برامون قرار داده شده در نظر بگیریم و ایجاد کنیم. اگر بخوایم رندر پس های خارج از اینها داشته باشیم در قسمت اکسترا ایمیج پلان با کلیک بر روی علامت مثبت میتونیم یک ایمیج پلان براش تعریف کنیم. در غیر این صورت هم با کلیک بر روی این علامت زبدر که با قرار دادن اشارگر موس روی اون با عنوان ریموو نشون داده میشه میتونیم اونو حذفش کنیم. حالا من یه نمونه اضافه کنم با کلیک بر روی علامت مثبت از لیست بازشو میتونم یه نمونه انتخاب کنم مثلا تیزر. و از قسمت لایت اسپورت میتونیم مشخص کنیم برای چه لایتی که حالا نو لایت اسپورت برای تمام لایت ها اینجا تعریف شده. و از طرفی میتونیم با استفاده از گزینه‌هایی که اینجا مونده میتونیم برای همه لایت ها یک خروجی رندر پس داشته باشیم. بخشی که اینجا برامون مهمه در اینجا قسمت رندرینگ. در اینجا رندر انجین رو داریم. با کلیک بر روی لیست بازشوی اون انواع رندرینگ ها اینجا برامون مشخصه. اما اونهایی که برامون خیلی مهمن ری تریسینگ و فیزیکال بیس رندرینگ که قوی ترین اون هم همین گزینه از فیزیکال بیس رندرینگ. که از طرفی تایم رندرینگ رو هم اینجا این گزینه برامون طولانی میکنه. اما ری تریسینگ یک مقدار سریعتر عمل میکنه. و در بخش رندرینگ سمپل ها مهمترین بخشش هستش. هرچی مقدار سمپل ها بیشتر باشه کیفیت رندر گرفتنمون خیلی بهتر میشه. منتها هرچی کیفیت بالاتر باشه تایم رندرمون هم اینجا بالاتر میره. و بهتره برای رندر مقدار لویز لیور رو بیاریم پایین تر و مقدار پیکسل سمپل رو هم بین بازه‌های 6 و 7 تعادلش رو حفظ کنیم. که در این صورت یک رندر خوب میتونیم بگیم. سربرگ لیمیز برگردیم و ببینیم اگر بخوایم جای صحنه فعال بشه و خیلی بیشتر افزایشش بدیم باید مقدار دیفیوز لیمیت که اینجا برامون مشخصه افزایش بدیم و هرچی بیشتر افزایشش بدیم تایم رندرمون هم افزایش پیدا میکنه. اگر صحنه از نظر بازتاب و شکست نور خیلی پیچیده نیست
میتونیم مقدار این دو گزینه رو تا اندازه مقدار عددی 4 کاهش بدیم. اینطوری تایم رندرمون هم کاهش پیدا میکنه. روی سایر گزینه‌هاش دیگه معمولا کاری نداریم.